سولی ته راغلست. سوله مسکو کې د امریکا، روسیې او چین په ګډون درې اړخیزه ناسته د افغانستان د سولې په اړه ترسره شوه، چې دغه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه هوکړې ته دغه هېوادونه رسېدلي دي. پر همدې موضوع باندې بحث لرو، ده چې اصلي موخه د دغې ناستې څه وه، او آیا دغه هېوادونه کولی شي چې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د دوی ته ورته نورې هغه پوښتنې دي چې د نړیوالو اړیکو کارپو برنا صالحي چې همداشي بله موږ سره په استدیو کې دی ځواب ورکوي. صالحي صاحب سلمي شي استدیو ته خیر راغلئ. صالحي صاحب، په پیل کې به راشو دې ته چې په ټوله کې دغه غونډه څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا دغه سې غونډې کولی شي د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي، او په کومو مسایلو به دوی هوکړه کوي ستاسې په نظر؟ به نام خداوند بزرګ، به هر سلام خدمت شما بیننده های محترم آریانا نیوز. ببینین، نشست مسکو به اشتراک چین، ایالات متحده امریکا و روسیه برای خلق همسویی میان قدرت های بزرگ در بحث صلح افغانستان صورت گرفت که در توافق هشت ماده ای که برون داده شد از این نشست دیده میشه که مسائل بسیار مهم و حیاتی دهش به نظر میرسه که عبارت از شناختن حق حاکمیت ملی دولت افغانستان، از مبارزه با تروریسم از جانب دولت افغانستان، بر حمایت جامعه بین المللی هست، حمایت از گفتگوهای بین الافغانی میان گروه های مخالف مسئله دولت و دولت افغانستان است و مسائل دیگری که حساسیت برانگیز نیست. شاید مباحث به صورت مخفی یا پنهانی به شکلی که نیاز نبوده که او برون داده شود هم وجود داشته باشد، اما آنچه که از این نشست گفته شد و آنچه که شنیدیم چیزی بوده که امیدوار می‌سازه ما را به این که کشورهای منطقه، قدرت‌های بزرگ به خصوص که در مسئله افغانستان دخیل بودن و دخیل هستند، چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا، نظر مساعد و نظر موافق دارند به این که گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان صورت بگیره و افغان‌ها با توافق صلح دست پیدا بکنند، آتش بس برقرار شود و بحث اداره یا حکومتی که در او یک صلح پایدار به شکل مطرح باشه که هیچ کسی در هیچ جای از افغانستان تصوری را نکنه که اگر صلح به وجود آمده یا صلح به وجود میاد یا گفتگوهای یک صورت میگیره غیر عادلانه و جانبدارانه است یا بازتاب دهنده منافع قدرت ها و ایناست، به این شکل نیست. خب یک چیز وجود داشت و من درک کردم، برداشت کردم، این بود که نشان میداد چین و روسیه هم من حیث همسایه های افغانستان، هم من حیث قدرت های بزرگی که در مسائل کلان در بسیاری از موارد در سطح نظام بین الملل با ایالات متحده آمریکا رقابت دارند، یک نوع نگرانی مبتنی بر این که ایالات متحده آمریکا اگر قرار است در نتیجه گفتگوها و مذاکرات با طالبان مسئله خروج را مطرح میکنه یا نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج میشن، یک خروج مسئولانه بوده باشه که دوباره افغانستان جایگاه و پایگاه تروریسم بین المللی، آنچه که در دوره امارت اسلامی طالبان بود شوه. خب من فکر میکنم این مسائل است که در آینده روی ازی مذاکره و گفتگو بیشتر صورت خواهد گرفت. ولی یعنی این جای کار چین او روسیه محصر رول رو باولی شید افغانستان در سولی پا برخه که او در سولی تنگه که بله محصر تمامی دلی شیدی دوی رول؟ در این شک نیست که قدرت های بزرگ و همسایه های افغانستان و قدرت های منطقهی به خصوص هر کدام در حد و مستوای خودشان توانایی و ظرفیتی که دارند تاثیرشان روی گروه های چه داخل حکومت، چه اپوزیشن، چه مخالفین مسئله دولت افغانستان داشتن و دارن. یک بخش مشکل در افغانستان از آدرس این رقابت های منطقی و فرامنطقی، یعنی رقابت قدرت های بزرگ بوده که هرگاه این قدرت ها با هم توافق کردن برای پایان منازعه یا حتی اقل پایان دهی به رقابت در زمین افغانستان و روی مسائل افغانستان، ما بعد شاهد
توافق بودیم، شاهد پایان جنگ بودیم و شاهد رسیدن به یک دولتی که او دولت وسیل بنیاد بوده و جامل اطرافان چه که ما در بن شاهد بودیم و متاسفانه دوباره به علت یک سری مشکلاتی که در داخل به وجود آمد و یک سری رقابت هایی که دوباره بین قدرت های منطقه و فرا منطقه شکل گرفت، باز وضعیت ما به اینجا رسید. حالا من فکر میکنم در صورتی که امریکایی ها اطمینان داده بتانن برای کشورهای منطقه بخصوص قدرت های نظیر چین روسیه که صلحی که صورت میگیره یا آتش بسی که صورت میگیره در نتیجه مذاکرات میان ایالات متحده امریکا و طالب ها او در آینده ضرر متوجه منافع قدرت ها در منطقه و در افغانستان نمیکنه، من فکر میکنم اونا در همسویی با ایالات متحده امریکا وارد خواهند شد و حضور اونها بدون شک تاثیر خود را هم روی دولت افغانستان و جریان‌های سیاسی زیر چتر قانون اساسی و هم طالبان می‌داشت. یعنی به طوری که تروسه سیمه اجماع چه ډیره مهمه ده، امریکا توانیدلی د سیمه هیوادونو همکاري دغه لړۍ چې دوی پیل کړي په دې برخه کې رجل کړي یا سیمه ایز اجماع په ټوله کې رامنځته شوي د افغانستان سره په برخه کې کشورهای منطقه از ایالات متحده امریکا که آماده به ای شده و اراده به ای پیدا کرده که باید در بحث مذاکره تا آنجا همراه طالبان پیش بره که مسئله مذاکرات بین الافغانی باشد و خروج نیروهای خارجی باشد، کشورهای منطقه را امیدوار به ای کرده که ایالات متحده امریکا در این مبحث حالا سیاست بازی به شکل نمیکنه که در گذشته ضررش برای کشورهای منطقه می بود، به خصوص این ایران و پاکستان و روسیه. حالا رفت آمدهای آقای خلیلزاد بارها نشان داده که امریکایی ها در صدد به وجود آوردن یک اجماعی منطقه‌ای همانچنان که شما گفتین هستند. خب با منافع قدرت ها در سطح منطقه فرق میکنه، یک سری منافع را یا مقاصد را در افغانستان جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنه که او در برابر منافع ایالات متحده امریکا قرار میگیره و یک سری منافعی که هند داره در برابر روسیه قرار میگیره، ایران، عربستان سعودی و اینا. ولی اینمی به درازا کشیانیدن گفتگوها و نشست های اینجا و آنجا همیش برای ای است که یک اجماع در سطح منطقه به وجود بیاید و این نشست که حالا در مسکو داشتیم میتونست تمثیل کننده یک اجماع در سطح فرا منطقه یا قدرت های بزرگ بوده باشه. اوز سالیخی سیب لکنزم که تاسی هم ورده اشاره بکره یو چو پدغ ناسته که محرم و چه یا هم امریکان غوختل چه بحر رو وزی یا هم ده سول لپاره که دیشی چه منفی اغیزی بولاری که چه دودوی برداشت هم دستی و اصلی مخه دی تپکتو فکر کنید چه هم دغه سوله با دی ناستی چه مخه دی هم دی ناستی؟ ببینین در افغانستان به شکل قدرت ها منافعشان جمع شده و به صورت تاریخی تجربه که ما داریم جمع میشه که کمتر این منافع طرف مقابل را برمیتابه یا او را تحمل میکنه. ما یک بار در دوران که القاعده در افغانستان بود سال 2001 برجای جهانی در ایالات متحده امریکا زده شد، دیدیم که منافع قدرت ها به شکل در به صلح و ثبات رسانیدن در افغانستان جمع شد که او منافع عبارت از مبارزه با تروریسم بود. ما دیدیم که به دنبال ایالات متحده امریکا، روسیه، ایران، پاکستان، چین، هند، جمعی کشورها آمدن و بس مبارزه با تروریسم زیر پوشش اینمو معاهده شورای امنیت سازمان ملل متحد آمدن یا نشست بن یا اجلاس بن در افغانستان اینجا همکاری کردن، مبارزه با تروریسم، دولت سازی، هر کدام هر بخشی را گرفتن. ولی در جریان باز یک سری اختلافات به وجود آمد، منافعشان به شکل تغییر کرد. حالا دوباره دیده میشه که به نفع کشورها و قدرتات، به نفع منافعشان است که در افغانستان یک ثبات به وجود بیاید که دوباره از افغانستان منافع کل منطقه و جهان به خطر مواجه نشود. برای ای که هر قدر ادامه پیدا میکنه جنگ در افغانستان، میبینیم که گروه های تروریستی، گروه های دهشت افغان، گروه های خطرناک بر دنیا از اقصا نقاط جهان جمع میشن، باز میان در افغانستان برای خودشان پایگاه میستن. در شرایطی که دولت افغانستان در یک وضعیت خوبی از نظر
نظر نظامی و از نظر جنگ قرار نداره. خب اگر قرارم داشته باشه به مرور زمان ای باز به تحلیل میره. ایالات متحده آمریکا متاسفانه آنچه که گفته شده بود یا در برنامه‌اش وجود داشت در بحث مبارزه با تروریسم و دولت‌سازی در افغانستان موفق نبود را بدست نبود. حالا این منافع دوباره داره روی یک نقطه تمرکز میکنه که افغانستان نباید دوباره پایگاه تروریسم بین المللی شه. به خاطر دسول لړی چې دوی پیل کړی په دې کې څومره کامیاب ده امریکا؟ تا هنوز طوری که دیده میشه، خب گفتگوهای آقای خلیزاد با طالبان به خوبی پیش میره، با کشورهای عربی به خوبی پیش میره. ایرانی ها کم اعتراض داشتند، پریروز بود فکر کنم که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بحث مذاکره تنها با طالبان را از طرف ایالات متحده آمریکا به انتقاد گرفت که باید هم با همه جناها، با همه جریانها، با همه کشورها در بحث صلح افغانستان گفتگو شود. اما یک سری مسائل من فکر میکنم میان آقای خلیلزاد و آقای غنی رئیس جمهور افغانستان به شکل لاینحل باقی مانده که فکر میشه امریکایی ها علاقمند به این هستند که اول با طالبان به توافق برسند و بعد دولت افغانستان را حتی اگر بالاجبار هم وادار به این بکنند به او فیصله هایی که ایالات متحده آمریکا با طالبان و با پاکستان و با عربستان سعودی و قطر میرسه به او تن بده. ولی در یکی دو ماه اخیر دیده میشه که دولت افغانستان هم مستقیما وارد شده، مسئله لویه جرگه مشورتی صلح را، مسئله ترتیب و تنظیم هیئت را برای گفتگوها در قطر، هرچند او پیشش رویش مانع ایجاد شد نشد و مسائل دیگه ای را که دیده میشه تصمیم داره دولت افغانستان جای وارد شده و حتی برای آقای خلیلزاد به شکل استدلال بکنه آنچه که یک جانبه ایالات متحده آمریکا اگر قرار باشه با طالبان به توافق برسه و بعد فکر بکنه که در افغانستان دولت افغانستان و مردم افغانستان همه آنچه را که اونا گفتن قبول میکنه، یک چنین چیزی را میخواد به چالش بکشه و این به نفع مذاکرات هم است. من نظر من که ما هم در جبهه نظامی توان استاد کردن طالبان را داشته باشیم، ناامید کردن از اونا را، از موفقیتی که میتونه شهرها را بگیرن و سوالی ها را متباقی را، بلند پروازی های اونا در میدان دیپلماسی هم گرفته شود و جامعه بین المللی را به این متقاعد بکنه که در صورت یک جانب نگری به این مسئله صلح و گفتگوها و مذاکرات با مخالفین مسئله افغانستان، خب مردم افغانستان، دولت افغانستان هم یک توانایی از خود داره و یک حرفای بگفتن داره که عبارت از یک سری دستاوردهایی است که اینجا وجود داشته و اینمو وحدتی که بین مردم به شکل زیر پوشش قانون اساسی که حالا عده قانون اساسی را نقض کردن، نقض میکنن یا به هر شکل وجود داره، بس دولت سازی و مسئله حقوق بشر و مسائل مربوط به زنان و متباقی، به این خاطر ای را من فکر میکنم که اینمی مقاومت های دولت افغانستان و به شکل برنامه هایی را که داره حالا در دستور کار خودش گرفته، این میتونه هم به نفع افغانستان باشه هم به نفع گفتگوهای صلح باشه. اوس خغلی صالحی چه دغه پیاوړی هیوادونه درې پیاوړی هیوادونه چې زشه د امریکا سره د سولې د افغانستان سولې په پروسه کې رښتینی همکاري کوي، د دې لپاره چې سوله واقعا تامین شي څه ډول همغږي باید په ټوله کې د دغه سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ رامنځته شي؟ ببینین همیشه گفته شده و ما هم گفتیم متباقی هم که صلح در افغانستان زمانی به وجود میاد که یک ماده داخل به وجود بیاید به ارتباط صلح. جریان های سیاسی و دولت افغانستان باید به توافق برسند که روی یک چارچوب مشخص، یک میکانیزم مشخص به سمت گفتگوها بروند و به توافق برسند و صلحی را که میخواهند از قبل او را اینا مشخص بکنند با چه شرایط، با چه شکل و چگونه به این میرسند. اما طور یک اجماع در سطح کشورهای منطقه باید صورت بگیره که وقتی که بحث صلح مطرح میشه، گفتگوهای میان دولت افغانستان و مخالفین مسلح مطرح میشه، باید اینجا روی هم دولت افغانستان هم جریانهای سیاسی کشورهای منطقه اشراف دارند. این شکی نیست در 40 سال جنگ جریان های سیاسی افغانستان از کشورهای مختلف اینا روابط داشتن
و نمایندگی ها داشتن دارن و این روابطشان محکم هم است از بسیاری هایش و همونطور اشرافی که کشورهای منطقه در این اواخر روی طالب ها دارن، گروپ های مسلح از مختلف از طالب ها دی با روسیه رابطه دارن، دی با پاکستان، دی هم گفته میشه با ایران، بعد همه بحث صلح را در محوریت دیدشان یا منافعشان قرار بتند و باز جنگ‌های نیابتی و متوافقی اینا، یعنی یک توافق همونطور که شما گفتین یک اجماع پیش کشورهای منطقه هم به وجود بیاید و بعد میمونه ایالات متحده آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا، روسیه و چین که اینا هم همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم به این درک رسیدن که وقتی افغانستان هرج مرج میباشه، مشکلات وجود می داشته باشد، دولت نمیتونه با آنچه که حراست از حریمش است و دولتداریش است یا پیشبرد پروسه های دموکراتیک مثل انتخابات متوافقی در کشورش است، وقتی که کارا را نمیتونه ایج انرژی به وجود میاد، وقتی که انرژی به وجود آمد خب نیروهای مسلح مخالف دولت هم توانایی ای را باز پیدا میکنند که مردم به دور خودشان بکشانند، باز مناطق بیشتری را تصاحب بکنند. وقتی باز یک حرج مرج به وجود آمد، باز یک دولت مرکزی نتانست اعمال صلاحیت بکنه و تامین امنیت بکنه، باز کشور یک دردسر کلان میشه که باز از اینجا صادر میشه دهشت افغانی و ایرانگری هم به کشورهای منطقه و هم به کشورهای فرامنطقه. هیچ نشوه حداقل اینمو نظمی که در دادستد کشورها، در رفت آمد کشورها است، در دیوبستان هست، حداقل در نمی منطقه افغانستان، آسیای مرکزی و جنوب آسیا از آدرس افغانستان و مختل میشه و صدمه میبینه. به اون نسبت حالا که دیده میشه یک مقدار بحث صلح افغانستان هم در اولویت ایالات متحده آمریکا است، هم در اولویت کشورهای منطقه است و هم در اولویت چین و روسیه هست. نشست مسکو که حالا آن برگزار شد و شاهد موارد بودیم که در اونجا آمشه که نسبی و موقتی به وجود می آید، زیر ایدی پوشش باز صحبت شود، گفتگو شود، اعتماد سازی شود، مسئله چگونگی رفتن به طرف انتخابات مطرح شود، دادن و گرفتن امتیازات به جانب مخالفین، به جانب حکومت و همونطور حمایت بین المللی، حمایت منطقه‌ای از روند صلح دولت سازی در افغانستان بعد این ادامه پیدا بکنه برای یک مدتی که ما به صلح پایدار به شکلی برسیم که قانون اساسی قابل قبول بر همه جناها و طرفا داشته باشیم، حکومت قوی با پایه های وسیع با اردوی منظم در داخل افغانستان داشته باشیم، مرزای تعریف شده داشته باشیم، حمایت بین المللی داشته باشیم، رابطه خوب با کشورهای منطقه با حسن همجواری، عدم مداخله. این مسائل است که در پسا صلح و پس آتش بس باز روی از این کار شده بره و که تا افغانستان نظیر کشورهایی که حالا در جغرافیای سیاسی دنیا صاحب یک آبرو، یک حیثیت، یک جایگاهی هست که اونجا دیگه مورد مداخله کشورها و مورد بهره‌کشی کشورها و قدرتها و گروهها و سازمانها و ساختارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیست به اونجا تبدیل شد. ما امیدوار هستیم که قدم‌های اولیه به خوبی برداشته شود، مردم افغانستان یک روز به صلح و ثبات دائمی در کشورشان برسند. نړیوالو اړیکو کارپو ښاغلی بنا صالحي له تاسو څخه ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، تر لنډې دمې وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام لري. د سولې مشورتي لویه جرګه به دوې ورځې وروسته د نږدې لسو سترو سیاسي ګوندونو او اتو ټاکنیزو ډلو د استازو په نه شتون کې جوړه شي. د اجرایه رئیس دویم مرستیال له آریانا نیوز سره په خبرو کې بیا وایي چې ولسمشر غني د دې جرګې له لارې غواړي چې خپله کاري دوره تمدید کړي، ټاکنیز کمپاینونه وکړي او د سولې بهیر کږې لارې ته یوسي. د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حنیف اتمر هم ټینګار کوي چې د سولې مشورتي لویې جرګې پرېکړه به مشروعیت ونه لري، خو د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د تیاری کمیسون بیاوی له هغو سیاستوالو سره خبرې روان دي چې جرګه یې بایکاټ کړې ده.
د سولې مشورتي لوی جرګه دوه ورځې وروسته کومه جرګه چې غواړي د سولې بهیر کې اجماع رامنځته کړي، خو څو سترو سیاسي ډلو په دې جرګه کې د نه ګډون پرېکړه کړې. په دې کې جمعیت جنبش وحدت، ملي محاذ، د افغانستان متحد ملت ګوند او د افغانستان درې اساس ګوند راځي. لوګو سیاسيونو دی چې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي، وایي لوی جرګه ناقانونه ده او موخې هم ګونګې دي. تمدید حکومت خود داره جور میکنه که از مردم اجازه بگیره که ما بدون قانون حکومت کنم سر شما، و دوم این که میخواه کمپاین کنه برای انتخابات ریاست جمهوری خودشون پیش از موعد، و سوم این که همو پروسه صلح به بیراه ببره. د ولسمشریزو ټاکنو ځینو کاندیدانو او ټاکنیزو ډلو هم جرګه بایکاټ کړې ده. عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، احمد ولی مسعود، عبدالطیب پدرام، شهاب حکیمی، رحمت الله نبیل، فرامرز تمنا او نورالحق علومی د کاندیدانو کې دي. حامد کرزي ته نږدې سیاسي څیرو هم جرګه بایکاټ کړې ده. دوی وایي دا اضافي لګښت دی او د ولسمشر غني د ټاکنیز کمپاین یوه برخه. کار حکومت ما د این راستا متاسفانه قابل قناعت هیچ یک ما نبوده، بنابراین این جرگه هیچ مشروعیت را در مورد تصامیم خود تولید نخواد کرد. د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د سولې عالي شورا رئیس او ځینې مرستیالان او د پخلاینې عالي شورا ځینې غړي هم ګډون نه کوي. خوشبختانه ډیرو سره تفاهم ته رسیدلی یاستو او امیدوار یاستو چې ټول سیاسین په دې جرګه کې ګډون وکړي، هیڅوک بایکاټ ونه کړي. په دې ترتیب جرګه د ځینو جګپوړو دولتي چارواکو، ځینو ګوندونو او سیاسيونو په حضور کې جوړیږي، کومه جرګه چې په پای کې حکومت غواړي د طالبانو سره د خبرو اډانه جوړ کړي. د دې جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی دی. د چای په کومو موضوعاتو باندې پرې بحث پی کیږي، ولې اکثره سیاسيون په کې ګډون نه کوي، او د چای سولې ته به د بین الافغاني خبرو ته به لار پرانیزي، او د ټاکنیزو ټکټونو ګډون څومره منفي اغیزه لري، دا د دې ته ورته نور هغه پوښتنې دي چې د حزب اسلامي جګپوړی غړی همایون جریر چې همدا شېبه له موږ سره راپېستېدو کې دی. سبا ورته جریر صاحب سره مشي سیدو په خیره. جریر صاحب، ربشو په بیل کې دي ته چې دغه جرګه په ټوله کې څه ډول ارزوي، آیا کولی شي موږ سولې ته ورسوي؟ بسیار تشکر از شما. ببینین، حزب اسلامی بارها موازیش در رابطه با جرگه مشورتی اعلان کرد. حزب به این نظر است که اگر قرار است لوی جرگه برگزار شود، باید یک لوی جرگه با صلاحیت باشد که فیصله های از او به عنوان فیصله های نهایی تلقی شود. حزب و تمام احزاب به این نظر بودند که گزینش افراد برای عضویت لوجرگه باید به گونه ای باشه که افرادی که عضو لوجرگه میشن باید منتخب باشن. بله. و قسمی نباشه که والی سایبا و بلسوالان کشور اونا در مورد گزینش افراد نقش داشته باشن. مثلا چه دول باید شوید هست به نظر؟ پیشنهاد ما این بود که احزابم به این نظر بودن که پارلمان سابقه کشور، پارلمان فعلی کشور و شوراهای ولایتی و کاندیدای محترمی که در انتخابات گذشته پارلمانی مطابق اعلان کمیسیون انتخابات بیشتر از 2000 رأی گرفته بودند، اونا باید دعوت می شدند. به این ترتیب هیچ کسی اعتراض نمی کرد، احزابم راضی بودند و از تمام ولایات و ولسوالی های کشور افرادی اشتراک میکردند در این لوجرگه که رأی مردم به دنبال خود داشتند. فعلا افراد منتخب نیستند. یعنی دغه 2500 کسان چې اوس ګډون کوي د چا لخوا ټاکل شوی دي؟ یعنی دا د خلکو استازولي نشي کولی، یا واقعي کسان نه دي چې لارې پیدا کړي؟ شما دیدین که در ولایات مشکلات پیش آمد، اعتراض ها شد، مردم به نوع گزینش، به شیوه گزینش افراد برای عضویت در این لوی جرگه مشکل داشتند. و همچنان در ابتدا باید دولت محترم با در رابطه با برگزاری این لوی جرگه با احزاب تاثیرگذار و ریشه‌دار کشور به مذاکره می نشستند، با شخصیت های مؤثر و بزرگ سیاسی کشور به مشوره می نشستند و در
رابطه با برگزاری لوژ جرگه یک اجماع سیاسی با وجود می آمد. در اون صورت حال احزاب همه در لوژ جرگه شرکت می کردن. این لوژ جرگه شاید تنها لوژ جرگه ای باشه که اکثریت تام شخصیت های بزرگ سیاسی کشور در این شرکت نکنند. در حالی که لوژ جرگه رمز وجودیش و رمز تشکیلش بر این مبناست که شخصیت های تاثیرگذار سیاسی کشور از تمام ولایات، از مرکز باید جمع شوند و در رابطه با قضایای مهم کشور در مقاطع لازم تصمیم جدی و با صلاحیت جاری سب اوز چه احزاب بایکارت اعلان کرده یا گردون نور سرکوی با دغا جرگه که دلیلی چه که دلیشه؟ همداشه تصویه لدوی سر مشوره نده شوی پا دی برخه که یعنی واقعا دولت یا حکومت لدوی سر مشوره پا دی برخه که نده کرده ده سیاسون سر ده مشوره چی جرگه که ده گردون پا مخواه؟ یکی از دلائلش است که در برگزاری لوی جرگه احزاب سیاسی کشور خواستن احزاب برجسته هیچ سهمی نداشتن، هیچ مشوره با اونها نشده. بازم به نظر ما این یکی از دلایل است، ولی اصل گپی است که افرادی که با عضویت این لوی جرگه گزینش شدن باید منتخب می بودن. با شیوه برگزار می شد که کسی اعتراض نداشت. کسانی که اعضای لوی جرگه هستند همه برادران ما هستند، قابل احترام هستند به ما. ولی دولت باید به پیشنهادات مشترک احزاب سیاسی کشور باید تمکین میکرد و سعی میکرد لوی جرگه برگزار شود که پشت سرش یک اجماع سیاسی را داشته باشد. اگر در پشت سر لوی جرگه یک اجماع سیاسی می بود، بالطبع آنچه لوی جرگه فیصله میکرد به عنوان یک اجماع بزرگ سیاسی کشور تلقی میشد. اما فعلا تو نخواد، یعنی اوس والا ملی اجماع نشورت ویلی در مشورت جرگه تا؟ به نظر من فعلا لوی جرگه که تشکیل شده یک تعداد از هموطنان ما آمدن زحمت کشیدن، اما به هیچ صورتی فیصله های از این لوی جرگه یک اجماع شامل و جامع سیاسی تلقی نمیشه. اوس خاغلی جری چه دغه 2500 کسان چې د خلکو استزبلی کوي رغلی دی ګډون پک کوي، کته هم د دوه فیصله الزامی نه دی، یعنی د مشورې تربدی دی دي. دوی به ډیر تمرکز پر کوم موضوعات باندې وکړي او د سیاسي نور نه ګډون یا د حکومت یو برخه چې اجرایي ریاست دی چې هم بایکاټ اعلان کړی دی، د دوی نه ګډون به څه منفي اغیزه ولري؟ حداقل په الزامی نه دی فیصله مشورې تربدی ده. خو ببینین، ما که شنیدیم که 2500 نفر نیستن، بیشتر هستن، شاید 3000 و بیشتر باشن. خب در حالی که در اول برگزار کنندگان لوی جرگه میگفتن که 1700 نفر در لوی جرگه دعوت شدن، روز به روز بالا رفت، وال تقریبا رسیده به 3000 و اندی. به هر صورتی پروگرام قراری که به ما گفتن همطور است که جناب رئیس جمهور سخنرانی می داشته باشند، بعد از او گروپ های در لوی جرگه کار خود آغاز می کنند و بحث و بالاخره به قطعنامه می رسند. بحثی نیست، بحث اصلی است که چرا دولت نتوانسته پشت سر لوی جرگه همکاری و تساند احزاب بزرگ سیاسی و شخصیت های سیاسی کشور را به دست بیاره. عرض کردم فعلا ما چیزی که به وضاحت میبینیم لوی جرگه تشکیل میشه که یک اجماع سیاسی پشت سرش نیست و اولین لوی جرگه است که شخصیت های بزرگ سیاسی کشور در او حضور نخواهند داشت. اوس طالبان که هم پزلون له حکومت سره خبری یا رد کړي دي د دوی وړاندیزونه یا هر څه چې وي په یو ډول، اوس د دوی دغه مشورې یا د کوم پرېکړې چې دوی په دغه جرګه کې کوي طالبان به ومني سره؟ طالبان رسما اعلان کردن و مخالفت خود با لوی جرگه ابراز کردن. من فکر نکنم مصوبات لوی جرگه تاثیر خاصی بر این که طالبان حاضر شوند به مذاکرات با دولت داشته باشه. اوس کاغلی جدید
مشورتي لوی جرګه تاسو وایي چې سیاسيونو هم پکې ګډون ورکړ او منفي اغیزې درلودلې. دغه مصارف چې په دې جرګه باندې کېږي تقریبا 2 میلیونه افغانۍ، فکر نه کوئ چې د دې سربېره، یعنی د دې په ځای یو نصر سنجي شوی وای د دغه مشورې تربیت به ډېره مؤثره نه و تمام شوي؟ ما فکر میکنم که ما قبلا مشوره های خود بارها با مقامات برگزار کننده لوی جرګه داده ایم. احزاب چند بار با جناب آقای داودزی جلسه داشتن. علاوه به اینکه مصارف بجا میره، شاید یک نوع کردیت و امتیاز به تیم دکتر صاحب اشرف غنی باشه، ولی واقعیتی است که در این زمان اگر ما کاری به صلح میکنیم باید بسیار محتاط باشیم. ما یک اجماع سیاسی بزرگ برای رسیدن به صلح نیاز داریم. بله. این لوی جرګه برای ما اجماع آورده نمیتونه. اوس ښاغلی جری، د اتو و ټاکنیزو ټکټونو ګډون په دغه مشورتي جرګه کې څومره منفي اغیزې او تاثیرات درلودلی شي؟ یوه کمپاینی بڼه نه شي ورکولی دغه جرګې ته؟ به هر صورت تا جایی که شما هم گفتین تعداد زیادی از تکت های انتخاباتی اعلان کردن که شرکت نمی کنن. طبعا در رابطه با نقش و رول این جرگه تأثیر گذار خواهد بود. بله. اوس خاقل جری، رابشو ده مسکو دری اړخیزه ناسته تا کومه چه پا مسکو که ده چین، روسی او امریکا پا گردون ترسر شوه، دغه څومره موږ کولیشی سولی تر نجدی کری یا سوله تینگه که مرسته بکری؟ کنفرانسی که روز پنجشنبه در نشست در مسکو برگزار شد، نشست سه جانبه که ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین داشتند، یک گام بسیار مهم است. بدون شک که اگر توافقی بین کشورهای بزرگ دنیا صورت بگیره، طبعا بستر و شرایط برای صلح پایدار در افغانستان آماده می سازد. بله. جناب آقای خلیزاد هم دیروز اعلان کرد که در مسکو توافقات خوبی شده و او امیدوار است که کشورهای بزرگ دنیا در رابطه با حل قضیه کشور و یک فیصله نهایی برسند. و هر صورت این یک گام بسیار موثر است. بله. قرار شده که بازم دور سومش برگزار شود. دید ما ایست که اگر کشورهای مهم منطقه، خواستن همسایه های ما مثل پاکستان، ایران و هند، ترکیه، امارات در این نشست ها شرکت داشته باشند، ما بیشتر به یک اجماع بود خارجی قضیه افغانستان نزدیک میشیم. بلی. چون این کشورها فعلا ساکت هستند، ولی عدم حضورشان باعث نارضایتشان خواهد شد و طبعا صلح در افغانستان این کشورها میتونن به چالش بکنن. خاقل جدید، واقعا در افغانستان در سولی پروسه به خارجی بود که لستون سرمخته او که به داخلی بود که؟ یک واقعیت است که قضیه افغانستان و مشکل جنگ در افغانستان دو بود داره. بله. یکی عرض کردم بود خارجی قضیه، یکی هم بود داخلی قضیه. بله. واقعیتی است که نقش بود خارجی قضیه، یعنی جنگ افغانستان و مشکلات افغانستان، یک بخش عمدهش برمیگرده به منافع و مواضع کشورهای مهم دنیا در منطقه و افغانستان، و منافعی از اوناست و چشم داشتی که اونا نسبت به افغانستان دارن باعث تشدید جنگ شده. بله. مداخلاتی کشورها در افغانستان باعث تشدید و طولانی شدن جنگ شده. بله. به این خاطر نقش بود خارجی را من شخصا بسیار مهم. بله. میدانم، و اگر ما در بود خارجی شاهد یک اجماع باشیم. بله. و این کشورها صادقانه، تکرار میکنم، صادقانه تعهد بکنن که مردم افغانستان به رسیدن به یک صلح پایدار کمک میکنن، این یک پیشرفت بسیار مؤثر است. یعنی خارجی بود که چطور اجماع اشاره بکره رمیسته شویده تا روسا یا اجماع لیگ دیبرخه؟ کارش روان است. کار روانی. بله. همونطوری که آقای خلیزاد گفته کار مؤثر شده و همنظری ایست کشور باعث میشه که کشورهای
مهم دیگه‌ای که در منطقه هستن و به گونه‌ای در کشور ما مداخلت دارن مثل پاکستان، ایران، هند و ترکیه و امارات، این کشورام بالاخره به این جمع پیوندن. حضور این کشورها در این جمع لازمی است به خاطر اینکه ما افغان‌ها مطمئن شویم که یک اجماع خارجی جدی و همشمول در رابطه با قضیه ما شکل گرفته. آنچه ما حراس داریم ایست که این کشورها پشت درهای بسته مذاکرات بشینن، فقط به منافع خود فکر کنن. خبر هم داده جری سیب تر حقا چه دودوی گتی پا افغانستان پا جگره که نغکتی وی یا دا افغانستان پا جگره که دودوی گتی خواندی وی دوی دا افغانستان دا پروسی سولی پروسی که رکتین همکاری که وی؟ من عرض کردم که ما واقعا نمی فهمیم که در کنفرانس مسکو پشت درهای بسته چه گذشت. اینا یک اعلامیه دادن، بله، نکات مهمی را در اعلامیه خود اشاره کردن که ما از او استقبال میکنیم، دوباره تکرارش را لازم نمیدیم، نمیبینیم، ولی واقعیتی است که نمیدانیم آیا غیر از این نکاتی که در اعلامیه آمده مسائل دیگه هم بحث شده یا نه. خبر هم داده چی؟ ولی غری چی؟ اوتو محرم پاچی؟ پرت پاچی؟ ولی نغری چی؟ عرض میکنم ما در گذشته مردم افغانستان و ملت افغانستان خاطرات تلخی داشتند. ما خاطره کنفرانس ژنو را در سال 1988 داشتیم. خاطره بسیار تلخی بود. در او کنفرانس اتحاد شوروی وقت با آمریکا مذاکره داشتند. تعداد کشورهای بزرگ دیگه هم بودند. الا مردم افغانستان حضور نداشت. و بالاخره در نتیجه او کنفرانس ژنو ما شاهد بودیم که ارتش سرخ که در او زمان ارتش اتحاد شوروی بود بسیار سرافگنده از افغانستان بیرون رفتن، ولی جنگ سالها طول ادامه یافت. چون این کشورها در رابطه با پایان جنگ در افغانستان برنامه نداشتن، توافقی نداشتن، فقط در بین خود نشسته بودند، توافق کردند. سالها پیش در سال 2001 ما کنفرانس بن را داشتیم. در پیش از کنفرانس بن هم در ژنو نشستای بین ایالات متحده آمریکا، روسیه و تعدادی از کشورها اتفاق افتاده بود. در اون زمان کشورهای 6 و علاوه 2 می گفتند. اما کنفرانس بن به گونه ای شد که باز هم در بخش داخلی قضیه کار پخته ای انجام نشد. طالبان در کنفرانس حضور نداشتند. حزب اسلامی حضور نداشت و دوباره ما شاهد یک جنگ طولانی بودیم تا به امروز. خوب خبر هم داده جریر صاحب چه اوس هم پاکستان جد طالبان و اصلی حامیه دیگی هم لطره. دیده نگردون او افغانستان افغان حکومت چه دغه پروسی یو برخه ده. دیده نگردون یعنی حضور. قبلیشی مونگ سویلتا ورسوی؟ به هر صورت یقیناً در رابطه با قناعت طالبا در رابطه با حل قضیه افغانستان پاکستان نقش کلیدی داره. حضور پاکستان لازمی است، من پیشتر اشاره کردم. حضور ایران و کشورهای مهم یعنی پراتال پاکستان دیگر. نور کم هیوادونه ایران بسیار نقش داره. بله ایران کم اسنوز ده چیل امریکا سر لری قبلیشی ده افغانستان سولی پروسی در رابطه با افغانستان ایران میتونه مؤثر باشه، نقش داره، چون بارها شده که در رابطه با قضایای مثل سوریه، عراق، ایرانی ها و امریکایی ها با هم همکاری داشتن. قضایای داخلی خودشان بحث دیگه است، اما در مسائل بیرونی ثابت شده که اینا گاهی با هم همکاری میکنن. هند بسیار کشور مهم است. حضورش در افغانستان انکار ناپذیر است. باید حضور داشته باشه. کشورهای مثل امارات، سعودی و کشور ترکیه همچنان اینا مؤثر هستند. و هر صورت آنچه مهم است که اول صداقتی کشورها و خاطر از این که واقعا تصمیم گرفته باشند که در این کشور آرامش برقرار شود، مسئله دیگه ای که اجماع سیاسی، اجماع خارجی که تشکیل میشه باید یک اجماع بسیار وسیع و همشمول باشد و کشورهای دیگه که در کشور ما به گونه مداخلت دارند از این اجماع بیرون نمانند. حکومت افغانستان یعنی یو همغږي باید د هوادونو ترمنځ رامنځ شي چې د افغانستان د امنیت ټینګښت کې مؤثره تمام شي.
بله ما قبول داریم که این کشورها هر کدام به منافع خود متعهد هستند. بله. اگر گاهی هم شاید برای ما کاری کنند به خاطر از این که در اون زمان منافع افغانستان در راستای منافع از اینا قرار میگیرند. اما منافع کشور ما را تایید میکنند که در راستای منافع خودشان قرار بگیرند. به هر صورت ما پیش بهتر است که این کشورها برای یک بار هم اگر شده منافع افغانستان را ترجیح بدن، سعی کنند خالصانه و صادقانه مردم ما را در برای تامین یک صلح پایدار کمک کنند. فشار این کشورها، مشوره این کشورها و طالبا بسیار مؤثر است. نقش این کشورها بالای دولت افغانستان هم مؤثر است و اینا میتونن از نقش خود استفاده بکنن. و شرایط برای برگزاری یک کنفرانس بین الافغانی موفق فراهم کنن. بسیار یکی از بحث‌های مهمی که در کنفرانس مسکو به او اشاره شده خروج مسئولانه نیروهای خارجی در افغانستان که نشان میدهد کشورها سر این مسئله جدی هستند. باید این کشورها مردم ما را کمک کنند که ما در رابطه با نظام بعد از صلح در افغانستان به یک فیصله همشمول افغانی برسیم و هیچ جهتی از این فیصله بیرون نمانه. به این ترتیب ما میتونیم شاهد یک صلح پایدار باشیم. برای صلح هیچ عجله‌ای به کار نیست. میبینیم گاهی کشورهای خارجی بسیار عجله دارند. ما سالها در این کشور جنگ بوده. حالا اگر چانسی فراهم شده که یعنی تاسو وایئ چې څنګه چې دغه لړۍ ورو ورو روانه ده په ډېره پڅه کندۍ سره مخته ځي کولی شي موږ سولې ته ورسوي باسې همداسې ورو ورو لاړ شي که باید دقت کنیم که اگر این بار در افغانستان صلح میه باید یک صلح دوامدار و پایدار باشه. صلح گذرا و موقتی به درد مردم افغانستان نمیخواد. یعنی دلیل برای چه لسولی و دوست دائمی سوله بوله رو چه باید بشه؟ به این خاطر لازم است که دقت تمام شود. هم در بخش خارجی قضیه دقت شود که هیچ کشوری از فیصله بیرون نمانه. بله. ما به یک در بخش خارجی قضیه به یک اجماع کلی کشورهای زیدخل در قضیه افغانستان برسیم. همچنان در بخش داخلی قضیه تلاش شود که فیصله صورت بگیره که برای تمام اطراف سیاسی داخل افغانستان قابل قبول باشه و همچنان در رابطه با نظام سیاسی آینده کشور، نظام بعد از صلح فیصله صورت بگیره که ما شاهد یک افغانستان آرام و مستقل و آزاد باشه. خاقلی جدید، اوز دلتا طالبان مطرح دی چیه؟ طالبان مشورتی جلگی که گردون هم رد کرد؟ د حکومت غوښتنې ونه منله، له حکومت سره خبرو ته هم نه حاضرېږي، په یو ډول په دې نظام باندې بې باوره دي او دا هم یو مشروع نظام نه بلي. په کومو شرایطو او څنګه له طالبان سره سوله کېدلی شي؟ ما فکر میکنم که طالبا این موضعشان است و حق هم دارن این موضع رو داشته باشن که با حکومتی که سالها جنگیدن او رو حکومت مشروع ندانند. اما واقعیتی است که دولت هم سر مواضع خود اصرار میکنه. بله. راه بهتری است که هم طالبا و هم دولت سر مواضع 100% خود اصرار نکنن و حاضر به قربانی باشن. بله. طالبان باید قربانی بدن، حکومت هم باید قربانی بدن. بله. احزاب سیاسی هم باید هم دولت هم کاری کنن. بله. منیس یک قوت سوم که نه با دولت هستند و نه با طالبا، هم دولت هم کاری کنند و هم بر طالبا فشار بیارن که باید این صلح انجام شود. برای ما صلح پایدار مهم است به هر قیمتی که باشد. احزاب سیاسی نقش دارند، برای احزاب سیاسی باید منافعشان مهم نباشد، منافع اولیای کشور باید اصل باشد. برای دولت افغانستان هم همچنان طالبان هم که به عنوان یک گروه سیاسی کشور مطرح هستند، یک گروه قدرتمند هستند، باید منافع اولیای افغانستان و مردم افغانستان به اونا مطرح باشه و حاضر به قربانی باشند.
قربانی در راه سال یعنی قربانی طرف... باید سوق ورکنی عرض میکنم قربانی در راه سال یک طرفه نمیتونه باشه که ما فقط از یک جهت انتظار قربانی داشته باشیم نه تمام جهت های داخلی قضیه طالبان دولت و احزاب باید حاضر به قربانی باشه بله اوس خغلی جریر دغه پروسه لکه څنګه چې ډیره په اسانۍ سره پای شو ورځ تر ورځې پیچلې کیږي لوی ستونزه یا یو لوی خلا چیرې ده چې دغه پروسه لبندون سره مخامخ کړی ده ما با شما موافق نیستم که پروسه با مشکلات مواجه شده ما شاهد هستیم که در سطح خارجی قضیه یعنی در بود خارجی کشورهای مهم دنیا در حال رسیدن به یک توافق هستند. کردنه نه فکر نکنید چه لبندون سر مخده. این بسیار مؤثر است برای اینکه ما به صلح یک گام کلان نزدیک شویم. همچنان می‌بینیم که مشکلات بین طالبان و آمریکایی‌ها در حال حل شدن است. اونا تقریبا به توافق رسیدن در بین خود و ما شاهد هستیم که آمریکایی‌ها تصمیم دارن نیروهای خود از افغانستان بیرون کنن. خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک گام کلانی بود که امریکایی‌ها گام گذاشتن و شرایط برای صلح آماده کردند. به این خاطر امروز ما نسبت به هر زمان دیگری به صلح قریبتر و نزدیکتر هستیم و ما به این نظر هستم که شرایط کاملا آماده است حال فقط همه جهت‌ها تلاش کنند که مرحله حساس بله. که مرحله مذاکرات بین الافغانی است باز دقت تمام انجام شود و ما به یک موفقیت برسیم دیر مننه جریر صاحب لطف تشکر د حزب اسلامی جکپور غړي هم این جریر و چې په ټوله کې د مشورتي لوی جرګې په ډول موږ سره پاسلو